شرکت نارونی تصویرسازی بین المللی تقدیم می کند. خواجه نصیرالدین طوسی. شیخ وجیه‌الدین محمد ابن حسن که از بزرگان و دانشوران شیعه زمانه بود، به همراه خانواده برای زیارت امام هشتم علیه السلام به مشهد الرضا می آید که در هنگام بازگشت همسرش دچار بیماری می شود. از این رو در یکی از محله‌های طوس سکنا گزیده تا همسرش بهبود یابد. این باعث می شود تا طوس دیگر بار محل تولد یکی از مفاخر علم و حکمت شود. در پنجم اسفند سال 579 شمسی مقارن با 11 جمادی الاول 597 قمری، خداوند به این زوج در خطه طوس نظری افکنده و کودکی متفاوت با بختی بلند با آنها هدیه می نماید. پدر با تفعل به قرآن کریم نام او را محمد می گذارد و به دینگونه ابو جعفر محمد ابن حسن طوسی پا به عرصه هستی می نهد. محمد نزد پدر خیش به تحصیل علوم مقدماتی همچون خواندن و نوشتن، قرائت قرآن، قواعد زبان عربی و فارسی، معانی و بیان و حدیث پرداخته و سپس نزد داییش نورالدین شیعی که از دانشمندان نامور زمانه بود به فراگیری علوم ریاضیات، حکمت و منطق می پردازد. پس از چندی دایی پدرش نصیرالدین عبدالله ابن حمزه که تبحر ویژه‌ای در علوم رجال، درایه و حدیث داشت، برای سفر به طوس آمد و خواجه نزد او به کسب علوم و معارف پرداخت. محمد به دست وی لباس عالمان دین را برتن کرده و از آن پس به لقب نصیرالدین از سوی استاد مفتخر شد. به توصیه استاد جهت کسب آموزه‌های علمی بیشتر به نیشابور مهاجرت نمود و مدت یک سال در مدرسه سراجیه به تحصیل دروس خارج فقه و اصول مشغول شد. سپس در محضر شاگردان امام فخر رازی کتب اشارات ابن سینا و قانون ابن سینا را فرا گرفت. همچنین در نیشابور از محضر عارف نامور آن دیار عطار نیشابوری نیز بهره‌مند گردید و با نفس عطار دیدگاه عرفانی او تقویت شد. خواجه از آنجا که همواره به دنبال کسب علوم و فنون بیشتر بود، پس از تحصیل در نیشابور به ری، سپس قم و اصفهان شتافت و از آنجا عازم عراق شد. او علم فقه را در عراق نزد معین الدین مازنی فرا گرفت و در سال 619 قمری اجازه نقل روایت را از استاد خود دریافت کرد. در این احوال خواجه از علوم ریاضی و مهندسی غافل نگشته و نزد کمال الدین موسلی از بزرگان علوم نجوم و ریاضی به شاگردی نشست. بدین ترتیب خواجه نصیرالدین طوسی دوران تحصیل را پشت سر نهاده و پس از سالها دوری از وطن و خانواده قصد عزیمت به خراسان را نمود. در آن زمان حکومت اسماعیلیه متشکل از قلعه‌های گسسته مختلفی بود. قلعه‌هایی مثل گوهستان، دامغان و البته قلعه اصلی که امام آنها در آن سکونت داشت و آن قلعه علموت بود. خواجه نصیرالدین پس از چند ماه سکونت در قائن به دعوت حاکم قلعه اسماعیلیه در گوهستان که مردی فاضل و دوستدار فلاسفه بود، به همراه همسرش به قلعه دعوت شده و مدتی در آنجا آزادانه و با احترام ویژه‌ای زندگی کرد. او در مدت اقامت خود کتاب طهارت العراق تألیف ابن مسکویه را به درخواست میزبانش به زبان فارسی برگرداند و
نام آن را اخلاق ناصری نهاد. وی در همین ایام رساله معینیه را در موضوع علم هیئت به زبان پارسی نگاشت. ناسازگاری اعتقادی خواجه با اسماعیلیه و نیز ظلم و ستم ایشان نسبت به مردم وی را بران داشت تا برای کمک گرفتن نامه‌ای به خلیفه عباسی در بغداد بنویسد. در این میان حاکم قلعه از ارسال نامه باخبر شده و به دستور او خواجه نصیر دستگیر و زندانی گردید. پس از چندی خواجه به بخشی از قلعه علمود به نام میموندج منتقل شد. خواجه آنچنان که در کتاب شرح اشارات می نویسد حدود 26 سال در قلعه های اسماعیلیه به سختی و در حالت غم و اندوه فراوان به سر بود. با این حال لحظه ای از تلاش علمی باز ننشست و کتاب‌ها و رساله‌های متعددی از جمله شرح اشارات ابن سینا، تحریر اقلیدس و تولا و تبرا را در همین سال‌ها تألیف کرد. از آنجا که وجود اسماعیلیه حاکمیت و اقتدار سیاسی مغولان را به خطر می‌انداخت، هولاکو خان در سال 651 قمری با اعزام لشکر قلعه های اسماعیلیه در نقاط مختلف از جمله قهستان و دامغان را گرفته و سپس قصد حمله به علمود را کرد. حاکم قلعه علمود پس از مشورت با خواجه طوسی علاوه بر تسلیم کامل قلعه از مغولان اطاعت کرده و به دینسان نصیرالدین نقش بسزایی را در جلوگیری از جنگ و خونریزی و قتل عام مردم و ممانعت از به آتش کشیدن کتابخانه بزرگ قلعه علمود به دست مغولان ایفا نمود. مقام علمی و ارزش فکری نصیرالدین موجب شد تا هولاکو که به علم و ادب اهمیت زیادی میداد او را در شمار بزرگان خود و به عنوان مشاور برگزیند و در اغلب موارد از او مشورت گرفته و در جنگ‌ها و سفرها او را کنار خود داشته باشد. اعتماد هولاکو سردار ایلخانی به خواجه آنقدر زیاد شده بود که فتح بغداد را بدون همراهی خواجه میسر نمی‌دید. خواجه در فتح بغداد باعث نجات جان تعداد زیادی از دانشمندان آن مرزبوم و حفظ کتاب‌های کتابخانه بغداد شد. خواجه که نقش بسزایی در جذب فرمانروایان مغول به فرهنگ اسلامی و ایرانی داشت، موفق به تربیت دانشمندان بزرگی همچون قطب الدین شیرازی، علامه هلی، دانشور بزرگ شیعی و ابن میسم، شارع نهج البلاغه نیز شده است. خواجه طوسی علاقه زیادی به تحقیق در نجوم داشت و هر زمانی که فرصت و امکان می‌یافت، تلاش می‌کرد تا به رصد ستارگان بپردازد. از آثار ارزشمند دیگر او که نشانگر علاقه او به نجوم است، بنای میل رادکان در نزدیکی طوس می باشد. بنایی که ضمن کمک به راهنمایی مسافران و کاروانیان به کمک آن سال کبیسه، نوروز و تغییر فصول نیز شناسایی می شود. همین علاقه وافر خواجه نصیرالدین باعث شد که با حمایت هولاکو رصدخانه بی نظیر به کمک جمعی از دانشمندان آن زمان در مراغه بنا شد. علاوه بر این، خواجه دانشگاهی را به همراه کتابخانه بی نظیر با بیش از 400 هزار جلد کتاب در مجموعه رصدخانه مراغه بنا کرد. بر اساس
رصدهای صورت گرفته در آن و با بهره گیری از ابزارهای ابداعی توسط خواجه نصیرالدین همچون ذات الجیب، ذات الربعین و ذات الصمت، جداول احوال و حرکات ستارگان در کتابی به نام زیج ایلخانی جمع‌آوری شود که تا قرنها یکی از مراجع معتبر و پرکاربرد بوده باشد. خواجه طوسی برای تجهیز و جمع‌آوری کتاب جهت کتابخانه مراغه به سفرهای زیادی می رفت. هنگامی که برای دومین بار در سن 75 سالگی جهت جمع‌آوری کتاب به بغداد رفت، به بیماری سختی دچار شد تا جایی که طبیبان راه اثرگذاری برای درمان وی نیافتند و سرانجام در روز دوشنبه 18 ذی الحجه 672 قمری دنیا مجال زندگی را از یکی دیگر از بزرگترین مردانش گرفت. پیکر خواجه نصیرالدین با همراهی دانشمندان و بزرگان به مشهد کاظمین تشییع و در پایین پای امام موسی کاظم علیه السلام به خاک سپرده شد. اگرچه خواجه را استاد البشر نامیدند، اما بنابر وصیت وی روی سنگ مزارش بخشی از آیه 18 سوره کهف را نگاشتند و کلهم باستون زراعیه بالبسیط. این آیه اشاره به داستان اصحاب کهف و سگشان دارد که سگشان به حالت پاسبانی در دهانه غار اصحاب کهف نشسته بود و بدین سان خواجه ارادت همیشگی خود را به ائمه معصومین ابراز نمود.